ببینید، به طور کلی نظر کارشناسی شما به عنوان فرد زیرب در این قضیه. بله، خدمت شما عرض کنم که ما همون زمانی که بحث بر سر ادامه یا عدم ادامه مسابقات بود، باشگاه ما نظراتش رو به صورت کتبی هم برای فدراسیون فوتبال، هم برای فدراسیون پزشکی ورزشی و هم برای ستاد مبارزه با کرونا ارسال کرده و این نظر اون زمان بر این بوده که اگر امکانش هست این مسابقات برگزار نشه. خب دلیلش هم همون دلیلیه که دوستان و همکاران ما و خود حضرت عالی توی برنامه‌تون از ابتدای برنامه عنوان شده، مشکلاتی که وجود داره و نگرانی‌های بازیکنان، خانواده‌هاشون، کسایی که درگیر مسابقات هستن، همش هم این نگرانی‌ها به حق و درست. بسیارم جدی. منتها من یه نکته رو می‌خوام بگم خدمتتون که این اول نقطه نظر باشگاه ما بود که واقعیتش با ادامه مسابقات اصلا مخالف بودیم به همه اون دلایلی که صحبت شده. منتها من یه نکته هم خدمت شما عرض بکنم. ببینید، روش برخورد هر جامعه‌ای و کشوری با این ویروس و این بیماری یه روش خاصی بود. حالا خیلی ها تبعیت کردن، اون بحث قرنطینه رو انجام دادن. در کشور ما واقعا شرایط قرنطینه مهیا نبود. ما به لحاظ حالا هم مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، به هر حال اون شرایط رو ما نمیتونستیم توی کشور خودمون داشته باشیم. به نظر بنده واقعا عزیزانی که تو ستاد مبارزه با کرونا بودند و مسئولین دولتی ما شاید بهترین گزینه رو انتخاب کردند و اون گزینه این بود که فاصله گذاری اجتماعی رعایت بشه و در حین این فاصله گذاری اجتماعی یواش یواش فعالیت های اقتصادی هم ادامه پیدا بکنه تو واقعا یه وقت جامعه در مضیق قرار نگیره به لحاظ تمام مسائلی که جامعه باش درگیر هستش. لذا اینکه فدراسیون تابع نظرات ستاده و اینکه ستاد تصمیم میگیره که چه شرایطی برگزار بشه نشه، این واقعیتش اینه که ما به عنوان تمکین کنندگان، ببینید من اول صحبت کردم گفتم نظر باشگاه ما اون بوده، اینم نظر، یعنی شما از ابتدا با ادامه رقابت ها مخالف بودید؟ بله، اینم کتبا اعلام شده هم به فدراسیون فوتبال هم به فدراسیون پزشکی هم ستاد کرونا. منتها اگر اون عزیزان همونطور که آقای جلالی فرمودن اون عزیزان مسئولیت قبول کردن و تقبل کردن، در قالب گوشه ای از سیاست های کلان نظام این مسائل انجام بشه، طبیعتا اگر رفتیم تو مرحله ای که تمکین کنیم و در واقع بخوایم نظرات رو اعمال بکنیم، اون وقتی که دیگه یه بحث میاد، بحث نظر ستاد کرونا، یه بحث این مسئولیت فدراسیون. همکار بنده جناب جلالی فرمودن که الان دیگه میتونیم نگران نباشیم که مسئولین برگزاری مسابقات نگران نباشن چون ستاد پذیرفته. ببینید، ستاد جامعیتش رو پذیرفته، ستاد اومده گفته به صورت کلی برگزار بشه اینجا. این اصلا به این معنا نیست که الان دیگه فدراسیون نقشی نداره. ببینید مثلا من دو سه تا مثال عنوان کنم خدمتتون. چون آقای دکتر ببخشید فرصت ما محدود هست، جمع بندی بفرمایید. معذرتون اینه که کیفیتش هم به عهده فدراسیونه دیگه، کیفیت رو برگزاری. ببینید مثال میزنم، فرض کنید من این جی لیگ و بوندس لیگا را که پروتکلشون رو مطالعه میکردم، دیدم به عنوان مثال یه آیتمش رو عرض میکنم خدمتتون. تو اون آیتم اشاره شده بود که مثلا بازیکنان و کادری که همراه تیم هستن هر کدومشون یه اتاق جداگانه داشته باشن. اصلا ما تو بعضی از شهرها میریم، اصلا من اسم نمیبرم یا خود نکرده جسارتی بشه، ما تو بعضی از شهرها میریم اصلا به دو نفر و سه نفرم که با هم توی اتاق قرار بگیریم اون تعداد اتاق تو هتل‌های اون شهر نیست. عجب. یعنی چطوری ممکنه مثلا یه مجموعه 40 نفره بره توی شهر، اونجا اصلا هتلش این امکانات نداره، ما 40 تا اتاق باید بگیریم. بسیار خوب، متشکرم جناب آقای دکتر. اما یه نکته فقط من بگم، ببینید من فقط تای کلامم اینه، به نظر بنده فدراسیون فوتبال با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی و ایف مارک و گرفتن نظرات پزشکانی که تو این زمینه دخیل هستن، پروتکلی را اعلام کنند که با توانمندی ها و قابلیت های اجرایی تو کشور ما منطبق بر هم باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر ربیعی، پزشک محترم باشگاه سپاهان.